سلام ریستای گل، آقا برگشتیم دوباره با آلبوم گوز ترک 3 و 4 برو. You ain't real like that, you ain't real like that. No. To tell the truth, you ain't built like that. Never. Summertime, so the roof peel right back. سلام، امروز دوباره برگشتیم دوباره. همین الان دوزه گوز گذاشتم، گفتم بذار 3 و 4 هم برم دیگه با هم آپدیت باشیم. 3 و 4 گوز رو می‌خوایم بریم. بعد 1 و 2 رو رفتیم. 1 و 2 خیلی باحال بود. 3 یه داستان ناخدا بود. با یه اسد و خود راوی که میشه همون کسی که قصه گو که میشد علی سرونه، ولی هر سه نقش رو خود علی سرونه بازی کرد. چیز عجیبی بود قسمت دو. بعد این هم که قسمت سومه، یکی گفتش رپای تو آها به این ریاکشن هیچ اعتباری نیست چون نمیشه روشون ریلای کرد. ریلای فارسیش دوباره یادم رفت. ولی در هر صورت اینجا ما شبکه تحلیل که نذاشتیم، این موزیکای ما که چیز نمیذاره، توی دکشنری نمیذارن که ریاکشن ما رو که من چی تحلیل کردم. تحلیل من اصلا زیاد مهم نیست، تحلیل من زیاد دقت نکنین، بیشتر به خود فاز موزیک رو بگیرین. من بیشتر دارم ریاکشن میرم، با خود موزیک دارم حال میکنم، زیاد به تحلیلای دیپ سیاسیش کاری ندارم. به تحلیلایی که میفهمم کار دارم، مثلا اگه اصلا یه بار بندازه که باش حال بکنم میگم بارز، ولی اونطوری نیست که بخوام موزیک رو از نظر سورنا براتون تحلیل کنم. اون کار من نیست، کارش ریاکشن ریلی دیگه هم نیستش. ریاکشن معمولا برای ریاکشن، اسمش روشه ریاکشن. فاز من وقتی موزیک گوش دادم اون سری 1 و 2 همین بود. حالا بریم 3 و 4 رو گوش بده ببینیم فازمون تو 3 و 4 چیه. یادتون نره سابسکرایب شبکه ما در بیاین، همینا رو کلمه سابسکرایب بزنید، به اشتراک شبکه ما در بیاین. مسابقه بهترین فری استایل داریم که قبل از نیویر میخوایم برنده رو اعلام کنیم. سورنا رفتش بالا، خودش به حسین همونجا با سلام مناظره 1 4 ما که بره فاینال. بعد پیشرو به نظرم رفت بالا، پیشرو رفت بالا که میخوره به زودی. انقدر گفتم از ماست که بر ماست که دیگه همه خودم بدم میاد، دم لبنیات تسنم واسه مهم نگوندم تو عربیات. ربط میدن اسیدو به عربو به میکنن غرب، چون که اسلام نبود نزدیک شد به هدف. ها به پوتک، یکی از اینا میره دوباره فاینال و اون دوتا برندهشون میشه فاینال دیگه، قهرمان این مسابقه مشخص میشه. در صورت بریم به ترک 3 گوش بدیم، اسمش هست دار دستهای مریم. دار دستهای سخت، اسمش هم سخت لامست. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. تو اون سالها بیابونی بود تو خاکهای داراب، بیابونی بی آب و علف، تموم چشمه های جوشان آب تلف شد. جوونه ها قبل رسیدن به باغ آروم میرفتن توی قصه خواب، کسی نمون جز چند خانوار که بعد کلی کار کردن چند چاه آب. در کنار هم زندگی رو کردن آغاز، صبح کار و شغل، شب دعا و آواز. بعد مدتی کارگر شد، دعاها و زمینشون بارور شد. خرما، سیب، بادام کوچک شدن آغاز بازار کوچک. کشت پنبه، نخل، ریزندگی، روسری، پوشیه تا شال کوچک. بابا باد و ننه صحرا توی اون فصلا یه فازی بهم میگه که این از تمام خیل قبیل‌های ایرانی داره میخونن، از اون سبکای داره بیشتر میره سمت قبیل‌ها، قبیل‌ها رو میشکونه که چه مشکلاتی تو قبیل‌ها داره پیش میاد. یه داستانی داره اینطوری بهم میگه، داره اینطوری رپ میکنه. یه تا شال کوچک بابا باد و ننه صحرا توی اون فصلا ازدواج کردن. مدتی گذشت صحرا مادر شد، یه دختر کوچیک اسمشو گذاشت مریم. مریم بزرگ شد با دار و قالی، همیشه افسرده و تار خالی. غمگین میپرسید از مادرش صحرا که توی کل دنیا همین دارا با داریم. این سوال بود توی فکر مریم، توی داراب نبود به شکل مریم. مگه انتهای رویا دارابه؟ همه فکر میکنن دنیا دارابه. این سوال بود توی فکر مریم، توی داراب نبود به شکل مریم. بیت پدر بیت دارن در میارن، اون صدای Well fucking done man. نبود به شکل مریم، مگه انتهای رویا دارابه؟ همه فکر میکنن دنیا دارابه. این سوال بود توی فکر مریم، توی داراب نبود به شکل مریم. مگه انتهای رویا دارابه؟ همه فکر میکنن دنیا دارابه.
گذشت و کارگر شد، کشت پنبه نخری سیبارور شد. کت خدا با فکر صادرات پارچه دستور داد بکنن باز مرز. کم کم دهات دیلاغ طالاب تبدیل شد به ییلاغ داراب. مالکین اطراف با خریدن ملک و زمین شدن هم پیمان داراب. عجب چیز خریه دور راستای برگرم. تموم شد؟ نه بابا گفتم نه تموم شروع شده. برو علی سررا چکات قد بلند فریبنده پسر یکی از ملاکین کوهستان. اسادت پسرای توی دارا با حسرت دخترای زیر پوشیه. آخرای هفته تو تعطیلات کوه توی دارا در حال گشتن بود. اهل بیرون این کوی و برزن شاید بهترین پاسخ سوال مریم بود. چرا قدتون بلنده؟ چرا نگاهتون با ما پر از فرقه؟ چی شد که شدید مسافر داراب؟ چی میگذره پشت کوه مجاور داراب؟ چکات تو این گستره تنهاست درگیر مریم شد و لکنت حرفاش. بین این عشق در فاصله است بین پسر کوهستان و دختر صحرا. نزدیک مریم میکشه نفس. وای عجب فاز قشنگیه. راجب این دختر بچه که اسمش مریمه که دختر صحراست به دنیا میاد و خیلی مریمو خیلی خیلی قشنگ بزرگ میشه. یعنی خیلی بدون اینکه به هیچ چیزی، یعنی میدونی یه چیزی خیلی ساده بزرگ میشه. بعد این پسره میاد از اون سمت کو قد بلند و یه جور دیگه لباس پوشیده که مریم میگه چرا ما اون طرف کو نمیتونیم بریم. میدونی چی میگم؟ فکر کنم یه فازی داره، یه داره به فاصله اختلافاتی فکر کنم داره یه منشن میزنه، داره اونجا یه پوینت نشون میده که فاصله اختلافاتی در ایران خیلی بالاست. فاصله است بین پسر کوهستان و دختر صحرا. نزدیک مریم میکشه نفس. شرم دخترو میکشه عقب. مریم تو فکرش با تکفیر کت خدا به دور پرنده عشق میکشه قفس. هر روز همین بود پاشو پس میکشید. چکاد نقشه ای از هوس میکشید. یا میای با من سمت کوهای کلیوش یا به کت خدا میگم دارم موهای بریدتو. مریم ترسی تو دستای زنجیر گفت یه بازندم تو دستای تقدیر. موج موهای بیرون از پوشیه یعنی جزر و مد دریای تکفیر. هر دا تو بازار یه جنجال خون را افتاده بود تو چنگال شومه. خبر بیفتی دختر صحرا چکاد ایستاد با چند تار مو. قلب مریم یه گوشه چکید رکاب زخمی خون نگین. بعد تکفیر داراب واسه مدتی خون نشین شد. ننه صحرا غم تو نگاش بود میگفت این ننگ باید از ما جدا شه. مادر نگام کن دامن من پاکه. اون موهای من نبود موهام سر جاشه. چیز اون موهای من نبود موهای من هنوز سر. اونایی که به داستان گوش دادن میفهمه چی میگه. اونایی که گوش ندادن من مثلا توضیح نمیدم دیگه. داستان نگرفتین دیگه نگرفتین دیگه از اول. مادر نگام کن دامن من پاکه. اون موهای من نبود موهام سر جاشه. واه واه موهام سر جاشه. واه واه تا که یک روز دارا با صدا کرد عزادارا رو نگاه کرد. شالش رو برداشت از حجابش دفاع کرد. قصه به اونجا رسید که دارا با حیرت این گستاخی رو نگاه کرد. دوباره تکفیر رو امضا کرد. من آخرش رو نفهمیدم. این آخر داستان رو من نفهمیدم. تکفیر که اصلا نمیدونم معنیش کلن چی میشه. معنی تکفیر رو نفهمیدم و آخرش نفهمیدم. موهاش سر جاشه ولی رفته سر قبر و حجابش رو گرخیده، یعنی درونده حجاب رو درآورده. بعد پسره میگه سورنا سختش کردی. که خیلی موزیک قشنگی بود، خیلی موزیک جالبی بود، من باش حال کردم. ولی تا به الان ناخدا به نظر من یه فاز خیلی بهتری داشت. بریم حالا گوریز از مرکز هم گوش بریم ببینیم تو گوریز از مرکز سورنا میخواد چیکار کنه. برو علی. Ladies and gentlemen, let's get it. Oh.
آغاز قصه تلخ این بیماری همیشه مثل صحنه توی صورتمه. اینکه زندگی جنگه و بگی به چنگ اگه جایی رو میخوای، قدرت اگه فردایی رو میخوای. قصه درد مشترک تموم ترکای جامعه واسه نگاهی که اینقدر کدر و تلخه. یه لحظه بکن مجسمی جنگ و موفقیت، یعنی قلبتو کم کن میشکنیم تا راه هست مریضیم پیش، یعنی فلوتو بگیرم من. فلوت قشنگه، فلو قشنگ، فلو قشنگ، فلوت قشنگه. دمی جنگ و موفقیت، یعنی قلبتو کم کن میشکنیم تا راه هست مریضیم پیش، یعنی بالا پس، یعنی زیر نقطه. زندگیت شوهد بازی قدرت، آواز نداره سبون لکنت، بیا پیک بزنیم با جرات. انو باید دارم صحبت، چند سالی است که با غم میخونم. اونا که منو دنبال کردن میدونن روزای کمی بود که رنگی بودم، زخمی شدم وقتی جنگ پیش اومد. چقدر انسانی بود از اشک یا هرچی دهنت داری یا کفشت، برسه تو دستت حقت، حتی وقتی میگن نمیتونه شهرستانی. رپ کردم با صدف بهترم، درجه یکم رو درجه یکترم، این واسه اونا که نسخ شعرم ادبیات بی ادب شعر بلد. همه گنده ها تو نول سهرم شدن وقتی کوبیدم قلم زندم و تو هیپ هاپ زمان گفت میرم، منم فقط نوشتم. هنو خونم تو کولم، هنو کلی قدم تو کولم، هنو دستای قد تو کولم، هنو موی بلند تو کولم. من مسافر زندگیم اما هنو مردم تو کولم، ولی باید زندگی کرد، ولی باید زندگی کرد. هنو خونم تو کولم، هنو کلی قدم تو کولم، هنو دستای قد تو کولم، هنو موی بلند تو کولم. من مسافر زندگیم اما هنو مردم تو کولم، ولی باید زندگی کرد، ولی باید زندگی کرد. روش کردم ولی فهمیدم باید یا خودکشی بکنم یا کشته بشم. واسه همسال من یا جنگ یا مرگ، اینو زد تو صورتم رفع گشنه شهرم. یه زمینی که پوست نداره، زخم خونواده، شب که روز نداره. دیدم وطنتون نفوذ نداره تو سر کس که اتاقش رو دوست نداره. زخم ریزش آغاز جهش، یعنی گریز از مرکز و ناز مکش. همه میشی پاره تهش، بین دو کش آواره تهش. دیگه آینه حسابی میبینه تنها، فکر کردم به جون خونه میشینه حرفام، اما کشیده شدم به سمت جلو تا که بفهمم چی میگه ترسام. گفتم هدفتو نطفشو بذار، یا که واسه خونتو قدرتو بخوا. شوخی نکن با خودت، خسته شدی دیگه، یه کلام نمیتونم نقطهشو بذار. یه طرف ساحل و سوختگی بود که پر شیرجه نزده با کوفتگی بود، یه طرف یه دریای بزرگ که چش روی چشمم دوخته میدوختم. ساحلو زدم تو سینم، خسارت دریا رو دادم بره. موندم روی جفت باهام، این دوبا میرم به حال یادم بره. اش ریختم رو خاک روحم، دیدم حالم گله. همون خونه ای که یه روزی بود انتخابم، امروز فقط توش یه رباتم ولش. هنو خونم تو کولم، هنو کلی قدم تو کولم، هنو دستای قد تو کولم، هنو موی بلند تو کولم. من مسافر زندگیم اما هنو مردم تو کولم، ولی باید زندگی کرد، ولی باید زندگی کرد. منو خونه جور شدیم هر جو شده، رفتم تو خودم اونم رفت تو خودش. کسی که پل بشه میونه شکاف، یعنی باید بگذره از رو خودش. مبارزه باشه من بود اصلا، نمیرفت بیرونی جورت تو سرم. من زندگیم بیشتر از این کلمه، ولی خالشو میکویدم رو تنم. دیدم ذهنم تو اتاقی استاده، من زندگی بیشتر از کلمه مصور، اگه نبودش خالش میکوبیدن رو بدن. رو خودش مبارزه باشه من بود اصلا، نمیرفت بیرونی جورت تو سرم. من زندگیم بیشتر از ای کلمه، ولی خالشو میکوبیدم رو تنم. دیدم ذهنم تو اتاق ایستاده، همه دیوارا غیر قابیچ کارن. من اون کوچه رو ترک میکنم، اما اون کوچه هنو سر جاش ایستاده. معنا نمیده سکونت، ولی تو جهان نمیشه دروغ کرد. اگه زمان بگیره و فونت از مکان نمیشه عبور کرد. ما هر دو میگیم زخم از ته دلم، اما فرق داره من زیر سب در اسمم، تو انگوش رفت زیر پاشنه کف. من آدم افتاد تو دفتر شعرم، انو رخ بی نقاب تو اجاب، نمیره لختی باد. شعر من همین افتادن هاست، مهم نیچی دنیای تخ می بخواد. من دیوار بلند پشت خونه که میگرفت جلو نور آزاد و ندیدم. رول سایه ها آزارم داد، کارگردان این داد رو ندیدم. موی رهای آزادی و قیچی قدرت گرفت از من و ما، به غیر اشکای درخت تصویر باد و ندیدم. هنو خونم تو کولم، هنو کلی قدم تو کولم، هنو دستای قد تو کولم، هنو موی بلند تو کولم. من مسافر زندگیم اما هنو مردم تو کولم، ولی باید زندگی کرد، ولی باید زندگی کرد. She wanna dance with the GBGs. Honey, we don't dance. We dance with smoke.
گریز از مرکز و دار و داستان مریم. بین این دو من خیلی با گریز از مرکز خیلی حال کردم. یه سبک خیلی چیلینگی داشت، یه رپر خیلی قشنگ، داستان خیلی زیبا. داستانو کامل نفهمیدم، فکر کنم دو هفته دیگه بعد گوش بدم، ولی تا اونجا که میشد یه داستانشو دنبال میکردم. خیلی سخت بود دنبال کردن داستان. بعضی موقع میگرفتم چی میگه، بعضی موقع نمیگرفتم، ولی باز دوباره به هم دیگه میچسبونم، یه چیزی بغلش در میآوردم. ولی در کل خیلی خوب رفتش، خیلی خوب رفتش. آلبوم این قسمت چهارم میشه دیگه، چهار تا موزیک رفتیم. آلبوم سنگین 18 تا هم داره، یعنی بکنم دو سه روز دیگه این ریاکشن ما میره. اینم ریاکشن امروز، دوباره چهار تا موزیک امروز داشت رفتیم. عالی عالی. مرسی که هستین، مرسی که ریاکشن رو دارید سپورت میکنین. حتما شیر کنین، لایک بزنین، سابسکرایب کنین. اونایی که میخوان سابسکرایب بمونن حتما کامنت انگلیسی great okay هرچی میخوان بذارن برن تو رای گیری ما، حتما رای بدن الان، چون پیشرو هیچ کس داریم در مقابل ما، هنوز منتظرن، منتظر رای گیریم. بریم توی انجمن شبکه ما، اونجا رای گیری هستن، همین الان رای بدید. مرسی که هستین، مرسی که این سریال گواز هم دارین دنبال میکنین. تا یه ریاکشن دیگه، adios. She me villain trying to get me bored. I got a bottle of my guys before I touch this. I ain't talking about doing my chores. No. Kelly in my suits as well. I'm high. Oh Lord. About five men in the free door. Five. Looking to feed the swords. Every other day we used to go around there until we got bored. True. And then he got bored. Then he got bored.